سلام دوستان، بروز احساسات توی زنا و مردا خیلی متفاوته. توی این ویدیو به تفاوتهای زنا و مردا توی احساساتشون میپردازیم. گریه مردا هم مثل زنا دلایلی داره، ولی چرا میگن مرد نباید گریه کنه؟ آیا گریه نکردن و ممنوعیت گریه برای مردا دلیل علمی داره؟ در ادامه این ویدیو پاسخ این سوالها داده میشه، پس با ما باشید. گریه مردا همیشه باید توی خفا باشه. مرد که گریه نمی کنه. این جملات آشنایی هستن که تمام مردا و پسرا بارها اون رو شنیدن. حالا میخواییم بدونیم که آیا به واقع مرد نباید گریه کنه و یا اینکه گریه کردن مرد ممنوعیتی داره؟ طبق تحقیقات انجام شده، مرد هم به اندازه زن دارای احساسات پیچیده‌ایه، اما اونا رو به طور پوشیده‌ای نگه می‌داره. با اینکه احساسات همیشه از خصوصیات زنانه به شمار میره، اما مردا هم به اندازه زنا احساساتی میشن و تجربیات عاطفی مشابهی رو توصیف میکنن. در یک بررسی در رابطه با هوش عاطفی 500 هزار فرد بالغ ثابت شد که هوش عاطفی مردان به اندازه زنانه. مطالعاتی که بر روی زوجهای مختلف صورت گرفته نشون میده که مردان به اندازه زنا با میزان استرس همسرشان هماهنگن، به همون اندازه قادر به حمایت از همسرشون هستن. دکتر کلمن، روانشناس و نویسنده، میگه که احساسات در زندگی مردان در پشت سر و در زندگی زنان در پیش رو قرار داره. هورمون تستوسترون بر احساسات مردان تأثیر میذاره و باعث میشه اونها بیشتر به طبقه بندی و تفکر منطقی بپردازن. به نظر میرسه زنا طبیعتاً با عواطف خود بیشتر در تماس هستن، در حالی که مردا باید روی این قضیه کار کنن و اگر این کار رو بکنن شرایط کاملاً برابر میشه و اونا دارای روابط شادتر و زندگی سعادتمندانه تری خواهند بود. چرا بسیاری از مردا از نظر احساسی ضعیف‌تر هستن؟ خب این تقصیر مغز مردونه است. دکتر دیوید پاول، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات سلامت، میگه که سیمکشی مغز مردا متفاوته. او توضیح میده که ارتباط بین نیمکره چپ مغز، جایگاه منطق، و نیمکره راست مغز، محل عواطف و احساسات، در زنان قوی تره. ارتباط بین دو نیمکره در زنان شبیه یک بزرگراهه. بنابراین میتونن به راحتی بین دو نیمکره حرکت کنن. اما در مردان این ارتباط مانند یک کوره راه باریکه که باعث میشه دسترسی به احساسات واسه مردا اونقدر آسون نباشه. نتایج 125 مورد مطالعه توی فرهنگ‌های مختلف نشون میده که مردها و پسرها همواره در تفسیر پیام‌های غیر کلامی نهفته در جست بدن، حالت صورت، لحن صدا و غیره دقت کمتری دارن. همچنین واکنش مردان نسبت به احساسات ضعیف‌تره و زودتر اونها رو فراموش میکنن. پسرها در یک سالگی در مقایسه با دخترها ارتباط چشمی کمتری برقرار میکنن و به اشیای متحرک مثل ماشین توجه بیشتری نشون میدن تا چهره انسانها. هم پدرها و هم مادرها با پسراشون کمتر در مورد عواطف و احساسات صحبت میکنن و دایره لغات ذهن پسرها شامل تعداد کمتری از واژه‌های مربوط به احساسات میشه. توی سنین بزرگسالی مردا از کلمات کمتری استفاده میکنن و صحبت کردن رو حداقل در جمع ابزاری برای بالا بردن موفقیت خود میدونن. برعکس خانمها که برای نزدیکی به دیگران با اونها وارد صحبت میشن. اگرچه زنها هم به اندازه مردا عصبانی میشن، اما خشم هم یکی از ویژگی‌های مردونه به حساب میاد. خشم به این علت به وجود میاد که شخص به علت سرکوب کردن احساسات خودش دچار سرخوردگی شدید میشه و با این وجود این کاری است که مردا انجام میدن، چون میترسن که اگه کمی به احساساتشون بها بدن دیگه کنترل اونا از دستشون خارج میشه. ولی این نمیتونه درست باشه. ما مردا باید یه مقداری توی بیان احساساتمون دست و دل بازتر عمل کنیم. اینجوری هم به خودمون کمک کردیم و هم به دیگران. خب دوستان، این ویدیو هم در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
بازم مثل همیشه میگم که واسه دیدن ویدیوهای جدید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و پیشنهادات خودتون رو در قسمت کامنتار با ما در میون بذارید. تا درود دیگر، بدرود.